پیام مهدی خزعلی به تقاضای همسر شهید همت، همسر شهید باکری و محمد نوریزاد برای پایان دادن به اعتصاب قضا. عناوین مهمترین خبرها: بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران در آستانه 25 بهمن. روزنامه روزگار بار دیگر با یک تماس تلفنی توقیف شد. حمید انصاری: با مراسم مهم ذهن جوانان را تخریب می‌کنند. مهدی خزعلی از اوین: پیش از آن که در سوگ ارزش حادق کنم، بگذارید به خیل شهیدان بپیوندم. مهدی خزعلی وبلاگ نویس و فعال منتقد دولت که از یک ماه پیش بازداشت و در اعتصاب قضا به سر میبرد، در پیامی خطاب به همسر شهید باکری، همسر شهید همت و محمد نوریزاد گفته است: بگذارید قبل از اینکه در سوگ ارزش حادق کنم، برای احیای ارزش‌های ناب انقلاب اسلامی جان خیش را فدا کرده و جایی برای خیش در خیل شهیدان باز کنم. به گزارش کلمه، مهدی خزعلی با تاکید بر اینکه تا شهادت ایستاده است، در پیام خداورده است: اگر خداوند منان مرا در جمع شهیدان پذیرفت، سلام شما را به همت و باکری خواهم رساند. یک روز پیشتر همسران شهید باکری و همت و همچنین محمد نوریزاد در نامه خطاب به مهدی خزعلی خواسته بودند که برای فردایی که همه چشم به راه اویند به اعتصاب خود پایان دهد. در این نامه آمده بود: دکتر مهدی خزعلی برای اینکه برای خود و برای نسل‌های تلف شده فضای تنفس ایجاد کند، در هر نوشته‌اش به سبک ژاپنی‌ها هاراگیری می‌کرد. این شگرد همیشگی او بود. می‌رفت به در خانه حریف و همانجا با خنجر قلم خود زنی می‌کرد تا مگر یکی از آن خانه دربسته بیرون بیاید و جنازه او را ببیند و به ساکنان خانه خبر ببرد که یکی اینجا افتاده و بهای خون خود را مطالبه می‌کند. این گزارش ها کیست؟ هرچند وضعیت جسمی این زندانی سیاسی مناسب نیست و تا کنون بیش از 16 کیلو کاهش وزن داشته است، اما او اعلام کرده که به اعتصاب غذای خود ادامه می دهد. گفتنی است طبق گزارش ها این وبلاگ نویس منتقد به 14 سال حبس، 10 سال تبعید و 90 ضرب شلاق محکوم شده است. این حکم در دادگاهی به ریاست قاضی پیرعباسی صادر شده و محمد حسین آقاسی، وکیل آقای خزعلی، نیز آن را تایید کرده است. بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران در آستانه 25 بهمن: مبادا فضای ترس و بی‌اعتمادی نفس گیرمان شود. جمعی از دانشجویان سبز دانشگاه تهران با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام حمایت از حرکت اعتراضی روز 25 بهمن، دانشجویان دانشگاه تهران را به برگزاری سکوت اعتراضی در کتابخانه مرکزی این دانشگاه در روز 25 بهمن فراخواندند. به گزارش خبرنگار تلویزیون رسا، در بخشی از این بیانیه این دانشجویان آمده است: اگر ما نتوانیم سرکوبگران را حتی با سکوتمان مورد سرزنش قرار دهیم، ویرانی و تهاجم بیشتری را بر پیکر نحیف میهن و هم میهنانمان شاهد خواهیم بود. این دانشجویان تاکید کردند که مبادا فضای ارعاب، ترس و بی‌اعتمادی نفسگیرمان شود و عنان اختیارمان را به آنان بسپارد که ادامه یافتن چنین شرایطی بیش از پیش جان، مال و ناموس هر یک از شهروندانمان را در معرض تهدید و نابودی قرار خواهد داد. روزنامه روزگار بار دیگر با یک تماس تلفنی توقیف شد. به گزارش کلمه دادستانی تهران، حکم توقیف یک ماهه روزنامه روزگار را برای دومین بار طی سال جاری به دفتر این روزنامه ابلاغ کرده است. روزنامه روزگار در شماره روز گذشته خود مصاحبه صریح با محمد رضا خاتمی، نایب رئیس مجلس ششم داشته و همچنین در خصوص اعتراض اکبر هاشمی رفسنجانی از نمایش ماکت مقوایی رهبر فقید جمهوری اسلامی در گرامیداشت سال روز ورود وی به کشور نیز گزارشی را منتشر کرده بود. محمد رضا خاتمی در این مصاحبه تفصیلی گفته بود: آقایان در سال 84 آمدند گفتند حاکمیت باید یک دست باشد. می‌بینیم که در طول تاریخ جمهوری اسلامی اختلاف بین ارکان قدرت به این شدت نبوده است. آقای احمدی نژاد که سوگلی و بی‌نظیر در تاریخ معجزه هزاره بود، بشارت امام زمان بود و طبق گفته مرحوم مشکینی حکمش را امام زمان امضا کرده بود. حالا ببینید در چه وضعیتی است. کسانی که دوراندیش هستند می‌دانند که درون جامعه ایران آنقدر تکثر وجود دارد که امکان یک دست کردن حاکمیت وجود ندارد. این مهندسی شکست خورده است. برای انتخابات بعد هم برنامه دارند، اما نمی‌توانند یک جامعه متکثر را یک دست کنند و هر کاری بخواهند انجام دهند. این امکان پذیر نیست. من الان این را قبول ندارم که اگر مجلس شکل گرفت حتما انتخابات آینده هم بر همین بند خواهد بود.
من تردیدی ندارم که در دوران ریاست جمهوری بعدی وضعیت مثل الان نخواهد بود. محمد رضا خاتمی همچنین در خصوص کسانی که به نام اصلاح طلبی در انتخابات شرکت کردند گفته بود جریان اصلاح طلبی در ایران یک جریان شناخته شده است. جریان های تاثیرگذار و شخصیت هایش هم مشخص هستند. حالا 4 نفر میآیند میگویند ما اصلاح طلب هستیم و میخواهیم در انتخابات شرکت کنیم. این به معنی حضور جریان اصلاح طلبی در انتخابات نیست. این را همه میدانند. مردم، حاکمیت جریان اصلاح طلب همه این را میدانند و نتیجه انتخابات هم این را مشخص خواهد کرد. حمید انصاری با مراسم مهم ذهن جوانان را تخریب میکنند. قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار رهبر فقید جمهوری اسلامی میگوید متاسفانه بعضن شاهد هستیم که در انتقال واقعیت‌های تاریخ و مخصوصاً آنچه مربوط به تاریخ انقلاب می‌شود حرکت‌هایی صورت می‌پذیرد که موجب خونسا شدن تلاش‌ها و زحمات مراکز پژوهشی می‌شود. از جمله برنامه‌ای که تحت عنوان مراسم نمادین سالگرد ورود امام در 12 بهمن امسال برگزار کردند. حقیقتاً می‌توان گفت وهنامیز بود و جداً باعث تأسف است که بعد از گذشت 30 سال از وقوع انقلاب و تجربه 30 ساله‌ای که در این عرصه وجود دارد و با این همه هنرمند متعهدی که داریم و می توانستند کمک کنند تا به خوبی و شایستگی این گونه بزرگداشت‌ها صورت بگیرد، باید شاهد اجرای برنامه‌ای تا این حد نازل باشیم. در حالی که فیلم‌ها و عکس‌ها و مستندات آن دوران وجود دارند، حتی اگر می‌خواستند یک بازسازی از آن داشته باشند نیز این چیزی که به نمایش درآمد بخش عمده‌ای از واقعیت‌ها گفته نشد و به نوعی سانسور شد که ظلم به تاریخ آن مقطع است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جماران، دکتر حمید انصاری طی سخنرانی در جلسه مجموعه مراکز و مؤسسات اسنادی و پژوهشی تاریخ با اشاره به نحوه پایین آمدن رهبر فقید نظام از هواپیما و نواقص برنامه نمادینی که اجرا شده است گفت همه مستحضرند که مرحوم احمد آقا دست بر شانه امام و خلبان فرانسوی در کنار امام بودند و پشت سرشان مرحوم شهید مطهری و مرحوم اشراقی و بعد هم بقیه همراهان که به تدریج پیاده شدند. حالا این ورود را تبدیل کنیم به یک برنامه بسیار خشک تشریفاتی و بدون کمترین جاذبه، آن هم با حذف این افراد در قالب یک تصویر مقوایی که حقیقتاً اسباب وهن شده است، با آن تشریفات عجیب و غریبی که هیچ ربطی به واقعیت آن فرود و ورود تاریخ ساز نداشت. انصاری گفت اجرای این برنامه و پخش آن بهره‌ای در بر نداشت جز تخریب ذهن جوانان ما نسبت به عظمت و شکوه وقایع آن روز. و جای گلایه دارد از رسانه ملی که چگونه در پخش همه مراسم ها و حتی برنامه های نظیر فوتبال کنترل و مانیتور می کنند که مبادا حرکت و سخنی پخش شود، ولی به راحتی این برنامه ها را که سخیف و مهم بودند پخش می کنند. هاشمی رفسنجانی، رفع مشکلاتی که با ارتزاق مردم سر کار دارد باید در اولویت قرار گیرد. هاشمی رفسنجانی تاکید کرد رفع مشکلات و دغدغه های بخش های تولیدی به ویژه تولیدات صنایع غذایی که با بهداشت جسمی و ارتزاق مردم سر و کار دارد باید در اولویت قرار گیرد. به گزارش آفتاب، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به طرح مشکلات کارخانه های تولید صنایع غذایی کشور گفت نادیده گرفتن و بی‌توجهی به پرداخت یارانه های بخش تولید ضربات جبران ناپذیری به این بخش وارد کرده و خواهد کرد که امیدواریم برای رفع این مشکل چاره اندیشی شود. آقای هاشمی رفسنجانی در پاسخ به نگرانی های مطرح شده در مورد خطر تعطیلی برخی مراکز تولیدی گفت تعطیلی هر کارخانه تولیدی تبعات جانبی منفی وسیعی در کل جامعه و خانواده ها دارد و انتظار می رود با حمایت های یارانه ای از این بخش نگرانی تولیدگران رفع شود. سید حسن خمینی، بازار هنر اسلامی باید رونق گیرد. سید حسن خمینی گفت اگر روی هنر اسلامی سرمایه گذاری شود و بازار آن رونق گیرد، حتی کسانی که به این هنر اعتقاد ندارند آرام آرام مجبور می شوند سبک خود را به ما نزدیک کنند تا کار خود را بفروشند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جماران، سید حسن خمینی که در جمع مسئولان فرهنگی اکو در جماران سخن می گفت با بیان اینکه هنر بازار لازم دارد اظهار داشت اگر بازار برای هنر تعریف نشود صرفاً امر شخصی می شود و رفته رفته صرفاً حالت انتزایی به خود گرفته و از جامعه جدا می شود و رو به افول می رود. ناصر قوامی گفت می خواهند انتقام عدم رویای رویی با امام را از یارانه وی بگیرند. نماینده اصلاح طلب مجلس ششم گفت اهداف اساسی انقلاب محوری ترین شعارهای سال 57 و پیش از آن محسوب می شوند که حتی در سالهای پس از انقلاب هم در شعارهای مناسبتی مردم به گوش می رسد. به طور کلی می توان این شعارها را در 3 محور اصلی یعنی همان استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی خلاصه کرد. ناصر قوامی در گفتگو با ایلنا در خصوص روند دستیابی به اهداف مذکور تصریح کرد
تصور من بر این است که در سیاست خارجی هنوز خیلی عقب هستیم، چرا که امروز روابط ایران با کشورهای آمریکای لاتین و روسیه و چین که اساساً کمونیست هستند خلاصه می شود. ضمن اینکه ایدئولوژی این کشورها این است که دین افیون جامعه است، در حالی که علارغم تمام این مسائل کشور ما تمایل بیشتری به ایجاد رابطه با این کشورها دارد و به آنها نیز امتیاز می دهد. و ادامه داد، بنابراین باید به اندازه‌ای که با اروپا مخالف هستیم در مقابل کمونیست نیز بایستیم، در حالی که این روند در حال حاضر مورد شک و شبهه است و کسانی که کشور را اداره می کنند باید پاسخگوی اصلی این سوال باشند که آیا به استقلالی که در اوایل انقلاب مد نظرمان بود رسیدیم یا خیر. قوامی با بیان اینکه جمهوریت از مبانی اساسی نظام است خاطر نشان کرد جمهوریت در فرایند انتخابات آزاد تحقق می یابد. اگرچه شعار اصلی انقلاب این بود که همه مردم باید از حق انتخاب برخوردار باشند، ولی شاهد این هستیم که افرادی که دایره حکومت اسلامی به جای جمهوری اسلامی دارند اعتقادی به رأی مردم ندارند. امروز نیز اگرچه وجود احزاب از دیگر نشانه های جمهوریت است، ولی متاسفانه همانطور که شاهد هستیم در ایران احزاب به معنای واقعی وجود ندارند. اخبار جنبش سبز، زندانیان و اعتراضات. همسر جانبازه در بند. برای حکومتی که قوانینش بر مبنای دین است، این گونه برخوردها تأسف آور است. با گذشت بیش از 6 ماه از بازداشت اعضای انجمن فرهنگی بهارستان در شهر مشهد، هنوز از اتهام آنها اطلاعی در دست نیست. این در حالی است که آنها در شرایط بلا تکلیف در زندان به سر می‌برند و پیگیری‌های خانواده‌شان تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. محبوبه محمودی، همسر محمد توانا، با ابراز ناراحتی از بلا تکلیفی همسرش در زندان به سایت جرس میگوید الان بیشتر از 6 ماه است که همسرم در بلا تکلیفی به سر میبرد و در زندان است و ما اصلا انتظار نداشتیم که به خاطر یک همایش فرهنگی که باعث رشد اخلاقی و سلامت روانی جامعه میشود این گونه برخورد کنند و جای تاسف است برای حکومتی که دایره رشد و تعالی انسان را دارند و قوانینش بر مبنای قوانین دینی است این برخوردها صورت گیرد. لازم به یادآوری است پنجشنبه 6 مرداد ماه سال جاری در حالی که فعالین فرهنگی شهر مشهد مقدمات برگزاری جشن اموردادگان و جلسه شاهنامه خوانی در باغ شاهنامه مشهد را فراهم می آوردند ماموران امنیتی به این مکان یورش آورده و افراد زیادی را بازداشت کردند. مقامات قضایی و امنیتی نیز تا کنون هیچ پاسخ قانع کننده ای در رابطه با اتهام این بازداشت شدگان ندادند و این زندانیان بیش از 6 ماه است که در بلا تکلیفی در بازداشت موقت به سر می برند و دادگاهی برای آنها برگزار نگردیده است. همسر توانا می افزاید ما هنوز از اتهام آنها اطلاعی نداریم. به دادستان کل نامه نوشتیم و خود من هم به معاون دادستانی رفتم و به حقوق بشر اسلامی نامه نوشتم و جواب می دهند که ما پیگیر هستیم، اما 6 ماه می گذرد هنوز توانا در بلا تکلیفی به سر می برند. گفتنیست محمد توانا جانباز جنگ و عضو سابق واحد تخریب لشکر پنج نصر خراسان در دوران دفاع 8 سال است که در این مدت در سلول انفرادی نگهداری می شود و تا کنون توانسته یک بار خانواده خود را ملاقات کند. دیدار چند تن از فعالان ملی مذهبی با خانواده احسان هوشمند. در پی ادامه بازداشت احسان هوشمند، جمعی از فعالان سیاسی ملی و ملی مذهبی به دیدار خانواده این فعال ملی مذهبی و پژوهشگر مطالعات اقوام که از حدود 1 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد رفتند. منابع خبری جرس گزارش دادند که در این دیدار علی هوشمند، برادر احسان هوشمند، گزارشی از نحوه بازداشت و وضعیت برادرش را ارائه کرد. گفتنیست این فعال ملی مذهبی بازداشتی هم‌اکنون در بند 2 الف سپاه در زندان اوین نگهداری می‌شود. بیخبری مطلق از وضعیت سید جلال الدین نبوی در زندان قم. به گزارش منابع حقوق بشری، سید جلال الدین نبوی، زندانی سیاسی زندان قم که در حال گذراندن دوران محکومیت خود است، از روز 5 دی ماه در پی حمله نیروهای امنیتی به سلول این زندانی به مکانی نامعلوم منتقل شد و تا این لحظه اطلاعی از وضعیت وی در دست نیست. به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، نبوی در حال گذراندن دوران محکومیت 1 سال و 6 ماه خود در زندان قم است. وی ابتدا در زندان لنگرود قم نگهداری و سپس به زندان ساحلی قم منتقل شده است. بر اساس گزارش مذکور، چهارشنبه گذشته و در پی هجوم نیروهای امنیتی به سلول و تفتیش وسایل این زندانی، این زندانی سیاسی به مکانی نامعلوم منتقل شده است. نبوی در سلول خود دفتر یادداشتی داشته که در قسمتی از آن به زبان انگلیسی متنی با این مضمون نوشته بود که وی در زندان تحت فشار است.
نامه خواهر علی اکبر سروش به برادر دربند. خواهر دکتر علی اکبر سروش در نامه به برادر دربندش نوشته است: چه دشوار است ترسیم شکوه پایداری مردان و زنان و جوانان صبور دیارم که عقدی از رویای خاکستری بر محمل بلند آزادگی آویختند و خورشید را به شرم سرافرازی خیش از پای فتاده کردند. باشد که بغض فرو خفته من از تازیانه زمان بسنده باشد سریر ستم را به ویرانی. بازداشت گسترده معترضان در استان خوزستان. به گزارش منابع غیر رسمی طی دو هفته اخیر نیروهای امنیتی 49 نفر را در شهرهای مختلف استان خوزستان بازداشت کردند و یکی از دستگیر شدگان در بازداشتگاه درگذشته است. یوسف عزیزی بنی طرف، روزنامه نگار و کارشناس جهان عرب به بی بی سی فارسی گفت که این برخوردها از شهر شوش شروع شده و سپس به سایر مناطق استان خوزستان از جمله شهرهای اهواز و حمیدیه گسترش یافته است. به نوشته بعضی از سایت‌های خبری، پس از دیوار نویسی عده‌ای از جوانان در شوش و دعوت مردم به تحریم انتخابات مجلس نهم، نیروهای امنیتی با یورش به این مناطق تعدادی از جوانان را دستگیر کردند. این سایت ها همچنین خبر از کشته شدن یکی از دستگیر شدگان به نام ناصر آل بوشوکه دورفشان به دلیل بدرفتاری با وی در بازداشتگاه دادند. به گفته برخی مدافعان حقوق بشر در پی ناآرامی های دو هفته گذشته در شوش، فرمانداری در برخی مناطق شهر از مردم خواسته تا در هنگام شب از رفت آمد خودداری کنند. به گفته آقای بنی طرف، همکنون 8 نفر در اهواز، 26 نفر در شوش و 24 نفر در حمیدیه زندانی هستند. آزادی یک درویش گنابادی با قرار وثیقه 100 میلیونی. به گزارش سایت مجذوبان نور، سیمین نعمت اللهی از درویش ساکن تهران که دی ماه سال جاری در منزلش به اتهام اقدام علیه نظام بازداشت و به بند امنیتی 209 منتقل شد، پس از 25 روز تحمل حبس انفرادی صبح روز گذشته با پرداخت قرار وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. لازم به ذکر است که همزمان با بازداشت این درویش گنابادی، آقایان علی مرتضایی و یوسف رضایی نیز در تهران بازداشت شدند که هم اکنون در بند 350 به سر می‌برند و آقای کسرا نوری نیز در شیراز به همین اتهام بازداشت و به اداره اطلاعات شیراز معروف به پلاک 100 منتقل شد که همگی با وجود پیگیری‌های خانواده‌ها و وکلایشان در وضعیت بلا تکلیفی به سر می‌برند. این در حالی است که آقای نصرالله لاله، مدیر انتشارات حقیقت، بیش از 2 ماه است که در سلول انفرادی بند 209 بدون هیچ گونه حق ملاقات با خانواده‌اش نگهداری می‌شود و با وجود کهولت سن و بیماری محبوس مانده و پیگیری‌ها نیز برای آزادی و یا ملاقات همچنان بی نتیجه مانده است. توکلی، لایحه بودجه 91 دولت در هم ریخته و حیرت آور است. مطهری، هراس از طرح سوال از احمدی نژاد در دل دولتی‌ها موج می‌زند. سرور سایت اطلاع رسانی نرخ ارز و طلا در دست وزارت اطلاعات. توکلی، لایحه بودجه 91 دولت در هم ریخته و حیرت آور است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید لایحه بودجه سال 1391 که دولت برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه کرده، از جهت نقض قوانین بودجه ریزی و عدم رعایت قوانین حیرت آور است. به گزارش مهر، احمد توکلی گفته است که دولت محمود احمدی نژاد طبق قانون برنامه 5 و قانون اساسی ایران باید درآمدها و هزینه‌های خود را آشکار کرده و در سرجمع بودجه بیاورد، اما از این کار خودداری کرده است. احمد توکلی در دولت میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر ایران، مناصب اقتصادی از جمله وزارت کار را در اختیار داشته است. به گفته توکلی، دولت احمدی نژاد در لایحه بودجه نرخ‌هایی می‌تراشد و درآمدهایی معرفی می‌کند که در سرجم بودجه نیامده و باعث شده ارقام بودجه غیر واقعی باشد. همزمان مدیر عامل اسبق شرکت ملی نفت با تاکید بر اینکه دولت برای سال 91 روی شوک افزایش قیمت نفت حساب نکند، از احتمال کسری بودجه 91 دولت با گنجاندن نفت 85 دلاری در بودجه خبر داده و گفته است کسری بودجه منجر به سیاست انقباضی، تورم و رکود خواهد شد. سید مهدی حسینی درباره بسته شدن لایحه بودجه 91 بر اساس قیمت نفت 85 دلار برای هر بشکه همزمان با تحریم صادرات نفت ایران به کشورهای اروپایی گفت: با تصمیم کشورهای اروپایی صادرات نفت خام ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا از اواسط سال آینده متوقف می شود و یا اینکه ایران به صورت پیش دستانه فروش نفت به این کشورها را متوقف خواهد کرد. مطهری، هراس از طرح سوال از احمدی نژاد در دل دولتی ها موج می زند. در پی اظهارات هفته گذشته مشاور حقوقی محمود احمدی نژاد رئیس دولت در خصوص طرح سوال از رئیس دولت، علی مطهری گفت
از آقای الهام باید پرسید که چرا تا این حد نسبت به سوال از رئیس دولت هراس دارد. غلام حسین الهام عضو سابق شورای نگهبان و مشاور احمدی نژاد هفته گذشته مدعی شد همین مجلس هشتم که از نظر سیاسی اصولگراست مدام مواردی همچون طرح سوال از رئیس قوه مجریه را مطرح می‌کند، در صورتی که سوال از رئیس جمهور در نظام ریاستی مطرح نیست و ما باید به سمت مجلسی برویم تا نسبت به گفتمان دولت همسو باشد و در مجلس آینده نیز باید به دنبال کسانی بگردیم تا با سنخیت دولت تناسب داشته باشند و به عبارت دیگر گفتمان دولت را که در سوم تیر متبلور شد تقویت کنند. به گزارش تارنمای خانه ملت، علی مطهری درباره انتقاد الهام از مطرح شدن سوال از رئیس دولت در مجلس هشتم با تاکید بر اینکه قانون اجازه سوال از رئیس دولت را به نمایندگان می‌دهد گفت از الهام باید پرسید که چرا تا این حد نسبت به سوال از رئیس جمهور هراس دارد. سخنگوی طراحان سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس می‌گوید نمایندگان مجلس از پاسخ نمایندگان او قانع نشدند و گزارش خود را یک شنبه 16 بهمن به هیئت رئیسه مجلس ارائه کردند. سرور سایت مسقال در دست وزارت اطلاعات. در پی اعلام بازداشت مدیر سایت مسقال، پایگاه اطلاع رسانی نرخ ارز و طلا، اخباراکی از آن است که سرور این سایت از چند روز پیش در دست عوامل وزارت اطلاعات است و قیمت‌های این چند روز توسط آنها بروز شده است. بنا به گزارش‌های ارسالی به جرس، چند روز پیش فردی از سوی وزارت اطلاعات ایران به مسئول سرور سایت مسقال یعنی سایت hastiran.net که در ایران هست تماس گرفته و از او خواسته تا هاست مسقال را ببندد. در پی این گفته هاست مسقال برای 24 ساعت بسته شد. پس از آن در تماس بعدی از وی خواسته شد هاست سایت را به آنها تحویل دهد. گفته می شود در حال حاضر سایت مسقال تحت کنترل وزارت اطلاعات است و قیمت هایی که در حال حاضر سایت مسقال درج می کند توسط آنها بروز می شود و اغلب تفاوت فاحش با قیمت واقعی دارد. گفته می شود برای پوشاندن این تفاوت در بخش قیمت فروش سکه، قیمت فروش سکه هم حذف شده تا این تفاوت به چشم نیاید. گفتن است مدیر سایت اقتصادی مسقال که از سایت های مرجع برای اعلام قیمت سکه، طلا و ارز به شمار می آید توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده است. دبیر اجرایی خانه کارگر زابل، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار فقط حق امضا دارند. عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اعلام کرد نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به نوعی خود کارفرما هستند و هم از کارفرماها حمایت می کنند و هم از خودشان. محمد گلبامری در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت با افزایش حداقل حقوق کارگران مشکلات زیادی برای جامعه کارگری به وجود آمده است و کارگران با حداکثر هزینه‌های معیشتی با توجه به تورم موجود در بسیاری از این هزینه‌ها از جمله تحصیل فرزندان خود درمانده شدند. دبیر اجرایی خانه کارگر زابل با بیان اینکه افزایش هزینه‌ها و تورم باعث شده است که فرزندان مشغول به تحصیل کارگران نتوانند برای ادامه تحصیل از مقطع ابتدایی و راهنمایی بالاتر بروند خاطر نشان کرد با توجه به تورم موجود حداقل افزایش دستمزد سال جدید نباید از 27% کمتر باشد. گلبامری با تاکید بر اینکه اعضای شورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزدها باید بی‌طرف باشند اظهار داشت نمایندگان کارگران در شورای عالی کار فقط حق امضا دادند و تصمیمات شورا خواسته و ناخواسته با هدف دولت دنبال می شود و نظر نمایندگان کارگری همیشه در رده آخر قرار می گیرد و در عمل توجهی به آنها نمی شود. بیش از 2.5 سال از زندانی شدن مصطفی تاج‌زاده می گذرد و این در حالی است که وی در این مدت با انتشار نامه‌های متعدد از داخل زندان به ابراز عقیده در مورد وضعیت سیاسی کشور و انتقاد به مسئولین حکومت پرداخته است. در ارتباط با وضعیت آقای تاج‌زاده با فخر و سادات محتشمی پور، فعال سیاسی و همسر وی گفتگویی انجام داده ایم که می شنوید. خانم محتشمی پور، آخرین خبری که از وضعیت آقای تاج‌زاده در زندان دارین چی هست؟ من آخرین ملاقاتم روز شنبه بوده. ایشون بعد از اینکه کسی که در کنارشون بود آزاد شد، یعنی بعد از اینکه قرار شد در 21 مرداد ماه 89 حکمش اجرا بشه 6 سال حبسش، علی‌رغم بقیه دوستان و برخلاف بقیه دوستان که هر کدوم رفتن بلافاصله حالی قرنطینه کوتاهی داشتن و به بند عمومی منتقل شدن، ایشونو به انفرادی بردن در محل حفاظت اطلاعات زندان. یه زمان کوتاهی رو در انفرادی بودن که آقای نوریزاد رو پیش ایشون بردن و بعد از اعتصاب قضا و انتقال موقت آقای نوریزاد به دوحه الف و آزادیشون مجددا دوره‌ای رو تنها بودن در انفرادی بودن.
فرد دیگه ای رو بردن که خب ایشون به دلیل آزار و اذیتی که دیده بود در زندان دچار عدم تعادل روحی شده بود و مشکلاتی رو داشت که ما به عنوان زندانی خاص در شرایط خاص تلقی میکنیم که بیشتر برای آزار رسوندن به آیت زاده این افراد رو منتقل میکردن به بخشی که ایشون بودن. بعد از آزادی ایشون که خوشبختانه شب عید فطر آزاد شدن، باز مصطفی یه دوره انفرادی رو داشت تا نهایتاً فرد دیگه رو بردن که ایشون هم مشکلات خاصی رو داشت و خوشبختانه 5 بهمن ماه با پیگیری که کرده بودن خانواده اینها آزاد شدن. در حال حاضر مجدداً آقای فیضی در انفرادی هستن در همون شرایط قرنطینه که حتی از اقدامات درمانی در مورد ایشون دریغ می‌کنن به دلیل اینکه مبادا ارتباطی با سایر زندانی‌های سیاسی پیدا بکنه و حتی زندگی عادی و شرایط ملاقات ما هم شرایط فوق‌العاده‌ای هستش که امکان ارتباط نباشه، یعنی یک ردیف سالن رو خالی میذارم که فقط آقای تایزاده بتونم بیان و من بتونم ایشون رو ببینم و ملاقات کنم. در آخرین ملاقات ایشون گفتن که من همچنان منتظر هدیه اون کسی هستم که پرونده من دستشه، یعنی به طور طعنه و سنایی این دست رو مطرح کردن در دهه فجر، این هدیه به ایشون حالا داده بشه. مشکلات بیماریشون که خب حالا بالاخره ایشون بعد از عمل جراحی دیسک کمر منتقل شدن به زندان و آرتروز شدید گردن دارن. آخرین تماسی که من با پزشک معالج ایشون داشتم صحبتشون این بود که حتما باید مجددا یکی اقدام تشخیصی انجام بشه. این زندان خواستم و درخواست پزشک رو به اینها منتقل کردم و هم به آقایون که در قرارگاه سارالله در واقع پرونده ظاهرا در دستشون هست که متاسفانه هیچ گونه اقدامی نکردن. انتظارشون این هستش که درخواست برای دادستان داده بشه که آقای فرزاده خود این آقایون میدونن که این 2 سال و 7 ماه هیچ گونه درخواستی شخصا در مورد خودش به کسی نداده و من هم به تبعیت از ایشون با توجه به اینکه اقداماتی که باید در موردشون انجام بشه منتقل کردم، هیچ گونه درخواست کتبی رو برای مقامات قضایی ندادم. با توجه به اینکه آقای فرزاده معتقد پرونده‌اش دست کسی دیگه ای هستش و مقامات قضایی در این زمینه مسئول اختیار هستن. آقای تاجزاده هر چند وقت یک بار با ارسال نامه یا پیامی از زندان به اظهار نظر در مورد مسائل کشور می‌پردازند و این کار ظاهراً برای ایشون هزینه‌های پی در پی ایجاد می‌کنه. شما فکر می‌کنید که آقای تاجزاده با چه تحلیلی این نامه نگاری‌ها رو انجام میدن؟ ببینید، آقای تاجزاده به عنوان یک فرد که آرمان‌های انقلاب هنوز براش ارزش داره و معتقده که انقلاب اسلامی انقلاب مردمی بوده، بنابر خواست و اراده مردم در مقابل با ظلم و بی‌عدالتی انقلاب پیش کردن مردم و به پیروزی رسیده، معتقده که این انقلاب باید در مراحل مختلف پالایش بشه و از انحرافات جلوگیری بشه. یکی از موارد خیلی جدی برای ایشون اینه که باید قدرت و ظرفیت نخست‌وزیری نظام داشته باشه و این قدرت و ظرفیت رو اگر نداره باید ایجاد بشه و ما باید اون رو بهش تحمیل بکنیم. معتقده که ما نقدهای منصفانه و دلسوزانه و مشفقانه‌ای که میشه اگر قابل پذیرش نباشه، این نظام از درون در واقع مزمحل و متلاشی میشه. قبل از من که حکمش اجرا بشه تو دوره مرخصی، آقایون پیغام داده بود که من در هر حال نقد و نظر خودم رو خواهم داشت. شما 2 گزینه دارید، یکی این که من بیرون باشم و حرف بزنم، خب طبیعتاً مخاطبین محدودی رو خواهم داشت، و گزینه بعدی اینه که من در زندان حرف بزنم که خیلی طبیعیه که مخاطبین بیشتری خواهد داشت و زندان برای ما یک رسانه میشه که توجه بیشتری رو جذب کنه و صدای ما در این شرایطی که سانسور شدید وجود داره و امکان داشتن تریبون رسمی نداریم، زندان برای ما میشه یک تریبون و ما قدرت رسوندن صدای خودمون رو به مردم خواهیم داشت. و خب خوشبختانه این اقدام رو انجام داده. بله، هزینه‌های سنگین و تمام شرایط خاصی که میبینید تحمیل شده و من صراحتا از زندانی خاص جمهوری اسلامی نام میبرم در مورد همسرم، به دلیل اینکه هیچ کس الان توی این شرایط قرنطینه نیست، هیچ کس توی این انفرادیه متناوب نیست و هیچ کس اینقدر روشن از حقوق اولیه خودش ممنوع و محروم نیست. البته همه زندانیا محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی دارن، ولی شکل در واقع متکاملش در مورد آقای تاجزاده است. و من در این موارد بیقانونی که اعمال میشه نسبت به همسرم از هر کسی که سوال کردم فقط سرش پایین انداخته و هیچ جوابی برای من نداشته. حتی برای قاضی خودم وقتی که در روز ابلاغ رأی، که حالا البته به صورت رسمی هم نبود، دادگاه انقلاب معمولا رسما ابلاغ نمیکنه، به شما میده شما مشاهده میکنید و بعد بگید ابلاغ شد،
که من نه اعتراض کردم، با توجه به اینکه اعتراضم داشتم، چون 4 سال حبس برای من در واقع میتونه اعتراض برانگیز باشه، چون دفاع نکرده بودم، اعتراضم از این حق اعتراض خودم هم استفاده نکردم. همونجا به قاضی گفتم که من اعتراض من در درجه اول به شرایط همسرم هست، این شرایط سخت و سنگین رو بهش تحمیل کردید فقط به خاطر نقص، و ما در هیچ جای قوانین خودمون نداریم که کسی رو صرفا به خاطر نقد، اونم نقد منصفانه و مشفقانه، اینطور تحت فشار تضییع قرار بدن. و من تا زمانی که این فشارها هستش حتما خودم هم به طبقه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم اقدام خواهم کرد و از هیچ کاری در این زمینه فروگذار نمی کنم. و گزینه‌ای که در پیش روی شما هست میتونم ببرید پیش همسر خودم، و اونجا هم گفتم که اگر شما میخواید آقای تاج از این فراری در بیارید، به جای اینکه بگردید زندانیانی رو به شرایط خاص پیدا کنید که برن شاید تاج زاده به شرایط روحی بدی رو برش به وجود بیارن، خود من شاید بهتر بتونم این نقش رو بازی کنم، منو منتقل کنید پیش همسرم تا نظام جمهوری اسلامی بعد از 1 سال این در واقع پیام رو برای جهان داشته باشه که ما منتقدین رو به زندان میندازیم و از خانواده هاشون هم هر کسی که پیگیر مسائل حقوقشون باشه اونها رو هم در کنار همسرانشون جا میده. خانم محتشمی پور، در گذشته خبرهایی هم در مورد فشارهای قوه قضاییه بر شخص شما منتشر شده بود. آخرین خبری که از این فشارها میتونین بیان کنین چی هست؟ حالا شرایطی که برای من به وجود اومد که بعد از اون واقعه روز عاشورا که در واقع بازداشت چند ساعته داشتیم و ما رو به منکرات منتقل کردن هم آقای نوریزاد که منجر به شکایت من شد و به جایی که به شکایت من رسید بشه قرار منی از تعقیب برد برای مهاجمین صادر کردم، و بعدم تو پرونده من دیدم که آقایون سپاه نوشتن که رأفت اسلامی شامل حال من شده که من آزاد شدم. بود مشکلات زیادی رو برای خانواده ما به وجود آوردن، آزار و طبق اذیت هایی که آل بلاغ روحی فکر میکردن که برای ما ایجاد کردن، و نهایتا بازداشت من در روز 10 اسفند که به هیچ وجه نتونستن ثابت کنن که من در تظاهرات یا به قول آقایون اختشاشات شرکت داشتم. نکته جالب اینه که در رأی دادگاه، یعنی در واقع حکم رسمی که آقایون به من گفتن که ابلاغ شده، بازداشت منو 25 بهمن سال گذشته اعلام کردن به همراه جمعی از زنان اصلاح طلب و مسئول دیگه ای که دروغ فاحشه، و ما عادت داریم البته به شنیدن این دروغ های فاحش و دروغ های دیگه ای هم در متن اون حکم هست. آقایون فکر میکنن به این وسیله فشار روی من زیاد میکنن. من بسیار استقبال کردم از بازداشت 45 روزه خودم. اون فرصت 45 روزه انفرادی برای من یک دوره آموزشی بود، گفتم یه فرصت مطالعاتی برای من فراهم کردید و من ازش استفاده کردم، چون بازداشت کردن من باعث روشنگری شد حداقل تو خانواده خودم و در جمع نزدیکانی که تردید داشتن روی ظلمی که داره میشه به زندانی سیاسی بیگناه و به خانواده های اونها. بنابراین اینها ظاهرش فشاره برای من، اینا همه فرصت ها و برکاتی هستش که فراهم شده، خدا رو هم شاکرم، و دعایی که دارم این هستش که ما رو در این مسیری رو که پیش گرفتیم که مسیر عدالت خواهی و آزادی خواهی هستش مستدام بداره. و از مردم همین تقاضا دارم که برای ما دعا کنند، ما انتظار دیگه ای از مردم نداریم. میدونیم که فشار روی همه زیاده و این ظاهر اختناقی که در جامعه ایجاد کردن فقط یک پوست ظاهری هستش و زیر پوست در واقع چیزی که دیده میشه اتفاقاتی داره میفته که امیدواریم که با دلسوزی هایی که میشه توسط بزرگان و توجه و دقتی که مردم دارن توسط خود مردم این مشکلات انشاءالله ساماندهی بشه. و به هیچ وجه هیچ چشم داشتی به بیرون از مرزها نداریم، انشاءالله مسئله خودمون رو خودمون باز هم از طریق اصلاح طلبی علیرغم مشکلاتی که هست پیش خواهیم برد. متشکرم از شما خانم محتشمی پور.